گسترش کم آبی و افزایش بیبرقی، چالش امروز و فردای ایران. گرچه طی چند ماه گذشته قطعی برق در مناطق گوناگون کشور طبق جدول اعلام شده دامنگیر بسیاری از شهروندان شده بود، بخش وسیعی از تهران و کرج و مشهد تا شیراز و اهواز و زابل شنبه شب تا صبح یک شنبه را در خاموشی و بیبرقی گذراندند. خاموشی هایی که هم آسایش و سرمایش شهروندان را در تابستانی داغ دچار وقفه کرده. از ساعت 1 تا الان 5:30 عصر ما برق نداریم، داریم خفه میشیم. هرچی هم زنگ میزنیم اداره برق بوق آزاد میزنه. و هم کسب و کار و اقتصاد تحت فشار را مختل. صحبت درود باشه، سر روش آدم تحمل میکنه، میگه اشکال نداره، ولی که واقعا این اتفاق بیفته، خب این قرار شد ادامه دار باشه، شغل ما هم الان فلج میشه. مسئولان توانیر علت خاموشی طولانی، گسترده و اعلام نشده شنبه شب را مصرف بسیار بالا و از مدار خارج شدن دو نیروگاه عنوان کردند. پیش از این هم چندین نیروگاه شامل نیروگاه هسته‌ای بوشهر از مدار خارج شده بودند. رامین فرج، سرپرست شرکت توزیع برق استان البرز میگوید شرایط تولید برق در ایران ثبات ندارد و از این رو نمیتواند به مردم قول بدهد که دیگر خاموشی خارج از برنامه اتفاق نمیافتد. و محمد حسن متولی زاده، مدیرعامل شرکت توانیر هم شرایط تولید و عرضه برق در یک ماه آینده را اضطراری عنوان میکند. البته مصرف سرانه برق در ایران از میانگین جهانی بسیار بالاتر است. به طور مثال هر ایرانی در سال حدود 40,000 کیلووات ساعت و هر بریتانیایی کمی کمتر از 30,000 کیلووات ساعت مصرف می کند. همچنین کل مصرف سالانه برق در ایران حدود 4,000 تراوات ساعت است. در صورتی که مصرف کل بریتانیا حدود 2,000 تراوات ساعت. علاوه بر کمبود و قطعی برق، میزان ورودی آب سدها در سال جاری نسبت به متوسط سال گذشته 60% و میزان حجم آب سدها هم 34% کاهش یافته. شرکت آب و فاضلاب هم 304 شهر ایران را دچار تنش آبی اعلام کرده که 101 شهر وارد مرحله قرمز که همان کم آبی مفرط است شده اند. تعداد روستاهایی که با تانکر سیار آبرسانی می شوند رو به افزایش است و پیش بینی می شود امسال آب حدود 8,000 روستا از طریق آبرسانی سیار تامین شود، در حالی که این عدد در سال گذشته تنها حدود 5,500 روستا بوده. بسیاری از این روستاها در مناطق جنوبی و مرکزی ایران واقعند و هر روزه صحنه‌های تأسف‌باری مانند این دختر بلوچ را با تلخی تجربه می کنند. حتی همه این بچه‌ها از بی آبی و اینا همه‌شون وضعشون خوب نیست. واسه همه مردم، نه واسه خدا، میگم خاطر که همه مردم دوست دارن. اینجا از بی آبی ما موندیم چیکار کنیم؟ ما تا اون دو ساعت در شما هیچ کدومتون نمی‌دونید بیاید کمک کنید. افزایش جمعیت، مصرف بی‌رویه انرژی و همچنین ناکارایی و نابلدی فراگیر مسئولان عالی و میانی طی دهه‌ها آنچنان زیست بوم ایرانی را در معرض چالش‌های راهبردی قرار داده که تا سال‌ها بلکه دهه‌ها کم آبی، آلودگی و سوء تغذیه گریبانگیر میلیون‌ها شهروند ایرانی باقی خواهد ماند. رها باوند، ایران اینترنشنال.